الان بریم مثال‌های بعدی رو با هم ببینیم عزیزان. مثال‌های بعدیمون چی بود؟ چالماک، اورتمک، سرماک، اومک. خب، الان شما خودتون بگید می‌خواید چی درست کنید از اینها؟ اولومسوز سورو، سوالی منفی. اولومسوز سورو می‌خواید از اینا درست کنید. خب، اولا که فقط شامل سوم شخصا میشه دیگه، درسته؟ ما با هم تیک کردیم، قرارداد بستیم. گفتیم سوالی ها چه مثبت چه منفی، چه اولومسو سورو چه اولومسو سورو فقط شامل سوم شخص ها میشه، یعنی چیا؟ او و اونلار میشه. خب حالا بریم با هم برای او و اونلار اینا رو بیان کنیم، ببینیم به چه حالتی بیان میشن. شما به من بگید چالماک چی میشه برای او؟ ماک هست. چال، چال آخرین حرف صدادارش چیه؟ آ. جزء گروه کالن هاست، پس ما میگیره یا من میگیره؟ ما میگیره، میشه چال ما. آخرین حرف صدادار چال ما چیه؟ آه. دوباره به خاطر آ سن میگیره، میشه چال ما سن. به خاطر آخرین حرف صدادار چال ما سن چیه؟ اه. به خاطر او م میگیره، میشه چال ما سن م. چال ما سن م. اورت مسین می. Öğretmesin mi? Sormasın. Sor, bebini sormasın mı? Sormasın mı? Övmesin mi? Övmesin mi? دیگه من دوباره توضیح نمیدم، اما خودتون برای خودتون بشینید باز کنید، حلاجیش کنید که چرا شد سرماسن. اگه یه جاهایی اون عزیزای من که اشکال دارن، خودش برای خودش بشینه باز کنه، بگه چرا شد چالماسن. خب من که سرماسن، من که چالماسن رو برای توضیح دادم، از درست گلم؟ شما همون مدل برای خودت باز کن، تفکیکش کن، بگو ماک رو حذف میکنم میشه سر. آخرین حرف صدادار سر چیه؟ اوه. او جزء کالن هاست یا اینجا ها؟ کالن ها. به خاطر همین ما میگیره یا من؟ ما. میشه سرما. آخرین حرف صدادار سرما چیه؟ آ. خب گفتیم اگه آ و یا او باشه چی میگیره؟ سن میگیره، میشه چالما سرما سن. حالا آخرین حرف صدادار سرما سن چیه؟ او. به خاطر او م میگیره، میشه سرما سن م. خب اگه یه وقت اشکال که داشتید اینجوری برای خودتون تفکیکش کنید، دونه دونه ریز ریز، سریع و راحت‌تر راه میافتید. و منم دو مورد سه مورد رو هی تاکید میکنم و تفکیک میکنم که اشکال داشتید ویدیوتون رو بزنید اول، دوباره اونجایی رو که من براتون تفکیک کردم و ببینید، دوباره خودتون همون مدل برای خودتون تفکیکش کنید. حالا برای اونلار، برای اونلار چجوری میشه؟ Çalmasınlar mı? Öğretmesinler mi? Sormasınlar mı? Ve övmesinler mi? Hop. Ben yekiş rü tefkik mi konam? Bakıya rü mizem bohde kodetun. Çalmak. Bahem bebinit şuru konim. Mevared rü rüş piyade konim. Çalmak. Mak hasf. Bu nefel bedest umet çal. Akharin harf sedadar çal çiye? A. آ جزء گروه کالن ها یا اینجا هاست؟ کالن ها. پس ما میگیره یا من؟ کالن ها ما میگیره، اینجا ها من میگیره. چون گروه کالن هاست پس ما میگیره، میشه چال ما. حالا آخرین حرف صدادار چال ما چیه؟ آ. به خاطر آ سن میگیره، میشه چال ما سن. حالا آخرین حرف صدادار چال ما سن چیه؟ او. به خاطر او، چون جزء گروه کالن هاست، لار میگیره، میشه چالماسن لار. حالا آخرین حرف صدادار چالماسن لار چیه؟ آ. پس به خاطر آ م میگیره، چون گفتیم آ و او باشه م میگیره، ای و ای باشه می میگیره، او و او باشه مو میگیره، او و او باشه می میگیره. اینم یاداوری درس اول کتاب آیکتون. پس به خاطر این م میگیره، میشه چالماسنلار م؟ آیا ننوازند؟ اورتمسینلر می؟ آیا آموزش ندهند؟ سورماسنلار م؟ آیا سوال نکنند؟ اومسینلر می؟
آیا تمجید نکنن، تعریف نکنن؟ خب حالا بریم کاربردشون رو در جمله یاد بگیریم و وارد درس بشیم. اورنجیلر سینمایا گیتمسینلر می؟ اورنجیلر سینمایا گیتمسینلر می؟ آیا دانش آموزان یا دانشجوها به سینما نروند؟ خب ببینید همه کلمه همه معانیشو میدونید. اورنج رو میدونید، سینما رو میدونید، یای رو که اومده میدونید چیه، یه میانجی با آی جهت، گیتمک هم که میدونید یعنی رفتن. سینلر میارم که الان یاد گرفتید. خب الان یه چیزی من از شما بپرسم، این جمله خطابش به اوه یا اونلاره؟ میتونید به من بگید؟ خطابش به اونلاره. از کجا تشخیص دادید؟ از لر، یعنی اونلار گیتمسینلر، درسته؟ جمله بعدی سانا ایشتن سونرا بیر چای اسمارلاماسن مه؟ سانا ایشتن سونرا، یه تن سونرام یاداوری گرامر درس کتاب آیه کتون، قبل از بعد از ها یادتونه، دان اونجا دان سونرا. خب این هم یاداوری اون گرامره. سانا یعنی به تو، ایشتن سونرا یعنی بعد از کار، بیر چای یه چایی، اسمارلاماسن مه؟ اسمارلاماک یعنی سفارش دادن. به نوعی میدونید عزیزان چیه؟ اینو تو تمام دیکشنری ها معنی سفارش دادن معنی میکنه، ولی منظور مهمون کردن هم خیلی استفاده میشه برای مهمون کردن. شما میرید با دوستتون کافی شاپ، میگی یه چایی قهوه مهمون منی، اونجا از کلمه اسمارلاماک استفاده میشه. ببینید گلای من، اینو من چرا براتون تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه اینو کلماتی هستن که شما تو محاوره یعنی براتون کامل جا میفته، از رو دیکشنری نمیتونید به اینا دسترسی پیدا کنید. شما هر دیکشنری رو که برید نگاه کنید، برای اسمارلاماک نوشته سفارش دادن، در صورتی که تو محاوره شون اسمارلاماک بیشتر جهت مهمون کردن برای یه صرف چایی، شیرینی، کیکی به کار میره. خب میگه آیا بعد از کار برای تو یه چایی سفارش نده؟ منظورش اینه که تو رو مهمون برای یه چایی مهمون نکنه. خب اینجا به من میتونید بگید خطابش به او هستش یا اونلار؟ به اوه. از کجا فهمیدید؟ از سن. او اسمارلاماسم. خب جمله بعدی پازاردان سنین ایچین میوه آلماسن مه؟ چارشی چی بود؟ بازار. پازار چیه؟ بازار. خب پازار همون بازار خودمونه، به جای به بازار ما که تو فارسی میگیم اونا په میذارن. پازاردان یعنی از بازار، سانا یعنی به تو، سنین ایچین برای تو، میوه یعنی میوه، آلماسن مه؟ نخرد. آیا نخرد؟ خب دوباره از روی سن تشخیص میدید که او رو میگه، یعنی او نخرد. خب جمله بعدی بو اکشام ماسایو کزلار هازرلاماسنلار مه؟ بو اکشام یعنی امشب، ماسا یعنی میز، ماسایو یعنی میز را، کزلار یعنی دخترا، کز دختر، کزلار یعنی دخترا، هازرلاما یعنی آماده کردن، یعنی چیدن میز. خب آماده کردن یا چیدن میز داره منفیش میکنه. هازرلاماسنلار یعنی آماده نکنند، م یعنی آیا آماده نکنند، امشب میز رو آیا دخترها آماده نکنند. خب میبینید کاربردشون چیه، کجا ما میتونیم از اینا استفاده کنیم. عزیزان گرامر قسمت آیه درس اولتون که چی بود؟ امیر کیپی بود، تموم شد. امیر کیپی یعنی وچه امری، گرامر درس اولتون بود که تموم شد. این جدول همون جدولیه که یادتون باشه اولین اسلاید این درسمون بود که گفتم میخوام ببینید، نمیخوام دلیلشو بدونید، فقط میخوام جلو چشتون ببینید. خب یه ذهنیت داشته باشید درس ما در مورد چیه، بعد بریم با هم درس رو ببینیم. من دوباره همون جدول رو اینجا دوباره براتون نشون دادم. یادتونه اون موقع شاید براتون گنگ بود جدول رو دیدید،
گفتید این چه جدولیه؟ چرا بعضی جاها مثال داده، بعضی جا خط تیره کشیده؟ ولی الان که گرامر وچه امری رو خوندید، حالت علوملوش و علومسوزش و علوملو سرو و علومسوز سروش رو خوندید، چهار حالتش رو، به این جدول که نگاه میکنید دیگه متوجه میشید یعنی چی؟ گفتیم که امیر کیپی بیرینجی شاز تکیل و بیرینجی شاز چولتا کلانلماز در اول شخص مفرد و شخص جمع استفاده نمیشه. دیدی؟ به خاطر همین جلوی بن و بیس کلن خط تیره گذاشتیم. گفتیم سرو اولوملو سرو و یا اولومسو سرو فرق نمی‌کند. اولوملو سرو و یا اولومسو سرو یعنی سوالی مثبت و یا سوالی منفی فرق نمی‌کند، یعنی فرقی نمی‌کنه. ببینید من دارم کم کم براتون ترکی دیگه صحبت می‌کنم، اما می‌خوام واقعا دیگه عادت کنید به ترکی صحبت کردن، هی فارسی حرف نزنید. فرق نمی‌کند یعنی فرقی نمی‌کنه چه سوالی مثبت باشه چه سوالی منفی، ساده üçüncü şahıslarda kullanılır. Fakat bu sevom şahs ha be kalmire o ve onlar. Dedik, in hamun cedvele ki bahan yad gereftim.